پدیده فلزیاب یا تغییرات متفاوت برای یک سیستم فلزیاب معدنیاب یا رادار زمینی دستی یکی از موضوعات یا یکی از جریاناتیه که میتونه در سیستم برای تشخیص اثرهای خاصی بذاره و وقتی که با سر جستجوگر، سنسور، کوئل، لوپ یا هر عامل انتقال دهنده جریان، مغناطیس، انرژی یا فرکانس به زمین یا اطراف یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی اثر میذارید و تغییرات ایجاد میکنید، تغییرات زمین میتونه واکنش به سیستم ها نشون بده و تغییرات زمین در تشخیص و عمل کرده یابنده های مغناطیسی یا فرکانسی اثر میذاره. اون چیزی که خیلی مهمه و باید اپراتور در نظر داشته باشه و وضعیت صحنه کار رو بهش توجه داشته باشه که چه شرایط ویژه‌ای داره که این شرایط زمین رو در تنظیماتش لحاظ کنه تا سیستم بتونه به خوبی پاسخ بده نسبت به اون هدفی که مد نظرش. خب سیستم ها نسبت به فرکانسی یا مغناطیسی بودنش، پالسی وی ال اف تی آر بی اف بودنشون که مغناطیسی هن یا هر یابنده مغناطیسی، حتی آنتنی های مغناطیسی که با جریان مغناطیس ها کار میکنن، اینا تفاوت زمین ها رو به سختی تشخیص میدن چون جریان کاریشون با بالانسه و اگه بالانس هم تو آنتنی ها نداشته باشه چون ارسالی به شکل خاص نداره و دریافت در دامنه مغناطیس داره، جذبی مغناطیسی تو آنتنی ها، اون کیفیتی که مورد نظر شما نمیتونید از زمین یا از هدف بگیرید و تفاوتش رو به دست بیارید. پس نحوه پاسخ در سیستم ها به نوع طراحی مدار، مدار و توانشون وابسته است. یه شرایطی زمانی قابل رفع در یک سیستم یا اپراتور کاربر میتونه اون مشکلات رو برطرف کنه که اون سیستم اون تنظیمات ویژه رو برای تشخیص داشته باشه، یعنی تنظیمی که شما بتونید مشکلات مربوط به زمین رو حل بکنید یا در تنظیمات تعیین بکنید. البته خود حرفه‌ای بودن اپراتور در تشخیص نوع واکنش‌ها و پاسخ‌ها خیلی مطرحه برای اینکه بتونه جلوی خطا رو بگیره. این که وابسته بودن به آشنایی با منابع زمین و مواد و ارزیابی‌های زمین اهمیت داره به خاطر اینه که جریان‌های مغناطیسی، الکتریکی یا فرکانسی که میتونه یابنده‌ها رو به حالت‌هایی ببره که نتونه هدف رو درست بگیره یا منابع دیگر تشخیص بده، اینجا قابل اهمیته. یعنی تنظیمات، نوع کار، نوع تشخیص زمین باید به شکلی باشه که اپراتور بتونه بفهمه این ایراده از زمین است یا این عدد ویدیوی مال زمینه یا این واکنش صدا مال زمینه یا فلزات پوسیده است یا هدف اصلی. پس جریان میدان مغناطیسی، الکتریکی یا فرکانس در سیستم یابنده برای تشخیص باید تو حالتی باشه که بتونه بازتاب ها رو که مال منابع مزاحمه از دید خودش خارج کنه یا نادیده بگیره. این شرایط هم گفتیم با تنظیماتی مثل 108 ترشولد ریکاور اسپید در کنار عدد ویدیای در ادیت و ترشولد 108 امکان پذیره. پس خیلی جاها زمین میتونه نواقصی برای سیستم ها ایجاد کنه که اپراتور باید بتونه به نسبت نوع توانایی سیستمش اون ایراد و اون تفاوت و اون مشکل و اون پاسخی که امکان داره اشتباه هم بیاد و تشخیص بده، باش آشنا بشه، بعد بگرده دنبال مرکز هدف اصلی و تفاوت مرکز هدف اصلی با جریانات دیگر رو متوجه بشه. پس دونستن نوع واکنش ها در یک محدوده کار از نظر اینکه این واکنش مربوط به هدف اصلی یا منابع دیگر یا تغییرات زمینه برای اینکه بتونه اپراتور وضعیت هدف اصلی رو در اون محدوده تشخیص بده خیلی مهمه. در اینجا میتونه بفهمه که چه نقاطی یا چه واکنش هایی یا چه اعداد ویدیایی مربوط به زمین، تغییرات زمین یا منابع اونجاست و اینها رو نقاطش رو در اون محدوده مشخص بده.